شش برابر شدن پروازهای ایران به سوریه بعد از لغو تحریم‌های آمریکا در سال 1394. خبری که محمد جواد ظریف میگوید جان کری به او داده و وزیر راه وقت عباس آخوندی هم از آن بی خبر بوده. خرداد 95 آقای کری به من گفت از روزی که ما هواپیمایی هما رو، هواپیمای جمهوری اسلامی رو از لیست تحریم‌ها خارج کردیم تا امروز پروازهای هما به سوریه 6 برابر شد. اما هماهنگی برای این کار بین قاسم سلیمانی و فرهاد پرورش مدیر عامل ایرانایر انجام شده بود، آن هم به دلیل امنیت بیشتر خط هوایی ایرانایر در مقایسه با ماهان به اعتقاد قاسم سلیمانی. بهش گفتم قاسم جان چرا این کارو میکنی؟ خب به ماهان برو. گفت هما امن‌تره. یعنی در این حد دیپلماسی فدای میدان شد. از سال 1396 تا به حال دفتر کار فرهاد پرورش در سازمان بین المللی هوانوردی غیر نظامی در ساختمانی هستش که پشت سر من قرار گرفته. کسی که اسم اون در فایل صوتی مصاحبه محمد جواد ظریف نام برده شده با توجه به مقایسه خط هوایی ماهان و ایرانایر در این فایل صوتی به نظر میاد که از خط هوایی ایرانایر تحت مدیریت فرهاد پرورش برای انتقال تسلیحات نظامی و افراد نظامی در دوره مدیریت اون استفاده می شده. در تماس تلفنی کوتاهی که با فرهاد پرورش داشتم گفت تا مشخص شدن جزئیات صحبت‌های جواد ظریف حاضر به مصاحبه در این رابطه نخواهد بود. هم الان بذارید این که فایل مشخص نیست که مردش چیه، منشأش چیه، وزارت امور خارجه تایید که میگم یعنی گفت تخفیف شده، برداشت متفاوت ازش میشه. هر گونه صحبتی الان موجود حاشیه‌سازی و تفاهم میشه، بنابراین تشخیص من اینه که الان لازمه صحبت نکنیم. فرهاد پرورش از سال 1388 تا 96 مدیر عامل ایرانایر بوده و با اینکه به گفته خودش هرگز عضو سپاه پاسداران جمهوری اسلامی نبوده، اما در زمان مدیریتش در ایرانایر به خواست قاسم سلیمانی فعالیت‌های سپاه را تسهیل می‌کرده. ایران در سال‌های اخیر بارها متهم به مداخله در جنگ سوریه و ارسال تسلیحات نظامی تحت نظارت قاسم سلیمانی به این کشور شده. کسی که انتقام سخت کشته شدنش از 176 نفر مسافر و خدمه پرواز PS752 گرفته شد. پرورش یک روز بعد از سرنگونی پرواز PS752 در مصاحبه‌ای در نشنال پست ادعا می‌کند این امکان ندارد که موشکی به هواپیما خورده باشد و در هوا متلاشی نشود. حالا حدود 16 ماه از مرگ قاسم سلیمانی و در پیامد آن سرنگونی پرواز PS752 گذشته و سوالات زیادی هنوز پاسخ داده نشدند. سوالاتی که اگر فرهاد پرورش تن به مصاحبه می‌داد، می‌شد پاسخ خیلی از آنها را پیدا کرد. مهسا مرتضوی، ایران اینترنشنال، مونترال.